rules of engagement have changed. Stand clear! All stations on my mark. 2-1 اینفینیتی وارد با کال آف دیوتی مودرن وارفر نسخه ای از این مجموعه رو ساخته که هم طرفدارای یه بخش داستانی خوب باهاش سرگرم میشن و هم اونایی که عاشق ساعت ها کیل گرفتن توی بخش چند نفر هستن. همراه بررسی داریم. This is crazy. Get down! ریبوت کردن زیر مجموعه مودرن وارفر کال آف دیوتی تصمیم بزرگ و البته ریسکی از طرف اینفینیتی وارد. و هر حال سگانه مودرن وارفر جزو بهترین نسخه های ساخته شده از این مجموعه تا امروزه و ریبوت کردن اون ناخودآگاه انتظار بازیکن رو از اثر نهایی بالا میبره. اما خبر خوبی که براتون داریم اینه که اینفینیتی وارد با قبول کردن این ریسک تونسته بازی خلق کنه که هم بعد از مدت‌های خیلی طولانی قراره توی اون لذت بازی کردن یه بخش داستانی خوب رو مزه مزه کنی و همین که بخش چند نفرش اونقدر کامل و پر جزئیاته که علاقه‌مندای سبک شوتر بتونن تا مدت‌های طولانی با بازی و پیشرفت کردن توی اون سرگرم بشن. اجازه بدین از بخش داستانی شروع کنیم، بخشی که سازنده ها توی اون سعی کردن به جای پرداختن کلیشه‌ای به مفهوم خیر و شر که بارها و بارها توی بازی ها یا فیلم ها دیدیم، مرز بین این دو مفهوم رو باریکتر از همیشه به تصویر بکشن. همین موضوع هم باعث شده تا تجربه‌ای داشته باشیم که شاید به اندازه دو نسخه اول مودرن وارفر اصلی جادویی و شگفت‌انگیز نباشه، اما چند سر و گردن از بخش داستانی نسخه های اخیر این مجموعه بالاتره و یه سری مراحل واقع ان عالی رو هم برامون تدارک کرد. حس تنش و حتی میشه گفت ترسی که سازنده ها تو قالب یه سری از مراحل بازی بهمون منتقل میکنن واقعا عالیه. مثلا وقتی که توی مرحله سفارتخونه روی پشت بوم یه ساختمون به تاریکی شب زل زدین و نیروهای گروه القتله رو که لحظه به لحظه زیر نور منور بهتون نزدیک میشن رو میبینین، ضربان قلبتون بالا میره. یا وقتی ماشین‌های جنگی روسی در حال نزدیک شدن به روستایی هستن که توش سنگر بستین، حس وحشتناک بودن توی یه موقعیت جنگی سخت رو با تمام وجود احساس میکنین. درسته که گاهی ریتم برخی از مراحل بازی از هیجان میفته و تجربه سینمایی اونها چربش بیشتری نسبت به جنبه بازی بودنشون پیدا میکنه، اما وقتی کلیت بخش داستانی رو در نظر بگیریم مراحل متنوعی ازش توی ذهنمون نقش میبنده که گاهی تو اونها هواپیماهای کوچیک کنترل از راه دور رو برای زدن به مواضع دشمن هدایت میکنه و گاهی هم توی تاریکی شب همراه با کاپتان پرایس وارد خونه ای از تروریست ها میشیم که اتمسفرش چیزی شبیه به مستندهای نظامی. جدا از این شخصیت پردازی کاراکترها هم وضعیت خیلی خوبی داره. از حضور کاپتان پرایس که نه جنبه تبلیغاتی بلکه توجیه درستی داره گرفته تا شخصیتی مثل فرح کریم و حتی ولف سرکرده گروه القتله که هر کدوم برای باورها و هدفهای شخصیشون مبارزه میکنن و به تصویر کشیدن خوب این باورها باعث شده تا حتی گاهی بشه با شخصیت شروری مثل ولف هم همزاد پنداری کنیم. البته که شخصیت‌های مثل الکس، کایل یا جنرال بارکوف میتونستن شخصیت پردازی بهتری هم داشته باشن و همینطور کوتاه بودن کلیت بخش داستانی و از اون مهمتر وجود یه سراسیمگی و عجله خاص توی تموم کردن اون مواردی هستن که باید بهشون توجه داشته باشیم. اما به جرأت میتونیم بگیم که مودرن وارفر 2019 بعد از سگانه اصلی مودرن وارفر بهترین تجربه داستانی رو بین نسخه های مختلف کال آف دیوتی داره و روی بیرحمی که از جنگ نشون میده تا مدت ها از ذهنتون پاک نمیشه. We are all killers here. No? How about you, captain? Are you gonna let them die? خب نوبتی هم باشه نوبت پرداختن به حالت های دیگه مودرن وارفر. راستشو بخواین هر چقدر که قسمت‌های دیگه بازی رو دوست داشتیم اما بخش اسپک آپس اون جذابیتی رو که باید برامون نداشت. مأموریت‌هایی که برای تجربه کوآپ توی این بخش طراحی شدن و شامل هک کردن سیستم‌ها و مواردی از این دست میشن، مخصوصاً اگه تیم هماهنگی نباشید و تصادفی با بازیکن‌های دیگه بازیشون کنین، تبدیل به تجربه گیج کننده و حوصله سربر میشن که با روی اسپان شدن عجیب و غریب دشمنا تو نقشه و غافلگیر شدنتون توسط اونا میتونن کلافتون کنن.
با این حال بخش چند نفره کلاسیک بازی قدرتمندتر از همیشه برگشته و مخصوصا به لطف نبودن لوت باکس ها حداقل توی مقطع فعلی یه تجربه عادلانه ارائه میده که ارزش زیادی هم برای بازی کردنتون قائله. یکی از بهترین ویژگی های بخش چند نفره بازی تنوع خوب حالت ها توی اونه، از حالت جدید گان فایت 2x2 که تجربه سریع و شدیداً مفرحی به حساب میاد و طراحی نقشه هاش هم کاملا متعادل و بالانس گرفته، تا حالت های کلاسیکی مثل تیم دثمش و دامینیشن که بازی کردن اونا مخصوصا برای بازیکن های همیشگی این مجموعه بی نهایت سرگرم کننده است. کنار اینا شاهد حالتی مثل گراند وار هم هست که برای پر کردن جای خالی یه حالت وسیع با تعداد بازیکن زیاد به بازی اضافه شده. و راستش رو بخواین با همه جذابیتاش بیشتر وقتی میشه ازش لذت برد که با تیمی هماهنگ تجربهش کنید. چون در غیر این صورت به دلیل طراحی نقشه که این بخش رو برای کمپرها خیلی مناسب کرده، اکثرا خودتون رو تو حالتی پیدا میکنین که بین اهداف در حال رفت و آمدی و خیلی راحت خوراک اسنایپرهایی میشین که از پنجره ها یا بالای ساختمون ها منتظر شکار بقیه. ویژگی های دیگه مثل کاسپلی از مزایای دیگه بازی هم. راستی از سیستم پیشرفت عالی این قسمت هم براتون بگیم که با داشتن چالش های مختلف و همینطور یه قسمت شخصی سازی سلاح بسیار پر جزئیات باعث میشه تا حس کنین که ساعت ها وقت گذاشتنتون برای بازی و ارتقای سطح شخصیت یا سلاح ها برای به دست آوردن تجهیزات بیشتر، اتچمنت های جدید و همینطور کیل استریک های مختلف نه یه اتلاف وقت که تلاشی ارزشمند و نتیجه داره. همه اینا بخش چند نفره رو به تجربه‌ای تبدیل کردن که درسته باید به مرور بالانس تر بشه، اما تو حالت فعلی هم ترکیب گامپلی عالی بازی با محتوای خوبی که داره یه تجربه اعتیاد آور رو برامون به ارمغان میاره. مودرن وارفر با موتور گرافیکی جدیدی ساخته شد که تأثیرش رو تو بهتر شدن جلوه های بصری و ارتقای کیفیت بافتا یا نورپردازی های اون میشه به وضوح مشاهده کرد. البته اگه سراغ نسخه PC بازی میرین، بدونین که فعلا این نسخه یه سری مشکلات فنی مثل پخش نشدن درست میان پرده های سینمایی داره، اما نسخه های کنسولی از این حیث وضعیت بهتری داره. از نظر صداگذاری هم مدرن وارفر یکی از بهترین صداگذاری ها رو بین بازی های شوتر داره و صدا کلن نقش زیادی چه تو انتقال حس تنش موجود توی بخش داستانی و چه لذت استفاده از سلاح های مختلف اون ایفا. اینفینیتی وار با ریبوت مدرن وارفر قدم توی مسیری گذاشته که آخرش به موفقیت خوبی ختم شده. بازی تو مقطع فعلی ترکیب خوبی از محتوای داستانی و تجربه چند نفره کامل رو ارائه میده و قطعاً اگه پشتیبانی خوبی هم از بخش چند نفرش صورت بگیره، میتونه برای مدت زمان خیلی طولانی هم طرفداراشو سرگرم نگه داره. You are the target.